دلو یو بخون کې سختن تالا په نامه ګرانسته کوونکو سلام خراغلاست خدای وګړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ ګرانسته کوونکو موږ نن د دولسم ټولګي د دری مضمون ولو چې زموږ د نننی لوست عنوان دی تناسب دخل و خرج د دې موضوع په هکله به خبرې کړو خو مخکې له دې یوه لنډه کتنه په تیر لوست کوو دا چې په تیر لوست کې موږ څه شی لوستي وو که چېرې ستاسو په یاد وي زده کوونکو په تیر لوست کې موږ یوه موضوع ولوستله یا یو شعر مو ولوستل د ناممکن است عافیت بې تزلزل تر عنوان لاندې البته دا شعر یا دا غزل د سعدي وو سربیره پر دې لغتونه مو ولوستل د لغتونو معناوې مو زده کړلې همدارنګه زده کوونکو د چګونه بنویسیم برخه او د توضیحاتو په برخه کې مو هم د شیخ سعدي په هکله خبرې وکړې او معلومات مو ترلاسه کړل نو دا زموږ د تېر لوست موضوع وه زده کوونکو اوس راځئ چې نننی لوست پیل کړو په نننی لوست کې موږ د دخل او خرج د تناسب په هکله خبرې کوو دا چې یعنې څومره موږ عاید لرو څومره موږ خرج یا مصرف کوو د دوی ترمنځ همغه تناسب یا اوسط حدی باید په نظر کې ونیسو توضیحاتو په برخه کې هم د توسعه او انکشاف په هکله معلومات ترلاسه کړو او سربیره پر دې د چګونه بنویسیم په برخه کې هم زده کوونکو نوې موضوع لرو چې په دې برخه کې هم خبرې کوو او معلومات ترلاسه کړو نو دا زموږ د نننی لوست موضوعات دي د دې لپاره چې وکولی شو دا موضوعات او مطالب په سمه توګه زده کړو زده کوونکو نو راځئ چې خپل لوست پیل کړو د تل په شان د لوست په لومړۍ برخه کې زه تاسو ته لوست لولم تاسو ورته دقت وکړئ وروسته له هغې بیا خپل لوست توضیح و تشریح کو تناسب دخل و خرج خانواده اگر سنگ بنای نظام اجتماعی هر کشور به شمار می آید نباید اجازه داده شود که بی موازنگی در عواید و مصارف آن به وجود آید و فقر بر آن تحمیل شود زیرا اگر یک ساختار کوچک ولی سنگ بنای اجتماعی با فرسایش اقتصادی مواجه گردد شکی نیست که این به احتیاطی روز تمام جامعه را مصدوم سازد. اگر هر خانواده یک جامعه برنامه دقیق اقتصادی خود را تنظیم کند و بسان سایر واحدهای جامعه انسانی انتظام و اطاعت از مقرره لازم ناشی از تجارب خانواده های موفق را سرمشق قرار داده، تجربه های تلخ دیگران را تکرار نکند و به خطا نرود نه تنها به بهتر شدن زندگی خود دست میابد بلکه در تداوم و توسعه و انکشاف جامعه مؤثر واقع می شود. پیروی از اخلاق معین و داشتن دین و معتقدات، فرهنگ، ادبیات، مناسبات و اقتصاد ویژه و نظایر اینها لازمه هر خانواده به حساب می آید. و دیگر بیان خانواده حلقه زنجیری است که اجتماع یهدهکده شهرک شهر و ویا ولایت و کشوری را به هم پیوند می دهد و هر عضو آن به نام شهروند یاد می شود هر شهروند یا خانواده بر چگونگی حیات شهروندان یا خانواده های دیگر تأثیر می گذارد اما بود اقتصادی این تأثیرگذاری مشهودتر از سایر ابعاد می باشد برای این که هر خانواده هم در دخل یعنی عواید و هم در پیوند با دیگر خانواده ها اثرگذاری خوب داشته باشد ناگزیر خواهد بود به امور دخل و خرج و یا تناسب درآمد و مصارف روزانه ماهانه و سالانه خیش تدابیر داشته باشد و برای یک لحظه اجازه ندهد که بی‌موازنگی بر اقتصادش سایه افکند از درون جوامع انسانی تجارب به ما رسیده است که هشدار می دهد و آگاهی می رساند که بی‌توجهی به این امور جز پریشانی، فقر و دربدری برای خانواده هایی که درآمد متوسط و مصرف زیاد دارند حاصل دیگری نخواهد داشت. و وضعشان به مراتب بدتر از خانواده هایی خواهد بود که عاید متوسط و مصرف حساب شده ندارند. ما از متون قدیم ادبیات ملی از جمله ادبیات دری نیز همچون مفاد را نصیب می شویم. در کتاب کلیله و دمنه بهرامشاهی چنین آمده است. بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدن و از کسب و حرفت اعراض نمودن و دست اسراف به مال پدر دراز کردن. پدر موعظت و ملامت ایشان واجب دید و در اسنای آن گفت ای فرزندان اهل دنیا جویان سی رتبه اند و بدان نرسند مگر به چهار حصلت. آن سه که طالبان فراخی، معیشت و رفع منزلت و رسیدن به ثواب آخرت است و نه دیگران را در تعهد تواند داشت و اگر مال به دست آرد و در تثمیر آن غفلت ورزد زود درویش شود. مال را هر کسی به دست آرد رنجش اندر نگه داشتن است. چنان که خرج سرمه اگر چه اندک اندک است اتفاق افتد آخر فنا پذیرد.
چو برگیری از کوه ننهی به جای سرانجام کوه اندر آید سپای. و اگر در حفظ و تسمیر ننماید و خرج آن بی وجه کند پشیمانی آرد و زبان تن در وی گشاده شود. و اگر موازی حقوق به امساک نامرئی دارد به منزلت درویشی باشد. از لذات دنیا محروم و با این همه مقادیر آسمانی و حوادث روزگار آن را در معرض تفرقه آرد. چون حوزی که پیوسته آب در وی می آید و آن بر اندازه مدخل مخرجی نباشد لاجرم از جوانب راه جوید و بترابد. تا رخنه بزرگ افتد و تمام آن ناچیز گردد. پس آن فرزندان پند پدر و موعظت او هرچی نیکوتر بشنودند و منافع آن بقایت بشناختند و برادر مهتریشان روزی روی به تجارت آورد و سفر دوردست اختیار کرد. مفهومی که از متن بالا گرفته می شود این است که در کنار عرضه کار و انجام اخذ حقوق و معاش، داشتن برنامه و تنظیم و اختصاص عاید به مجاری مصارف از مهمترین راهکارهایی است که یک خانواده دارای درآمد پایین را از تهیدستی و فقر نجات می دهد. دنیای امروز پیش از هر چیز دیگر دنیای برنامه و یا پلانگذاری است. فقدان برنامه و عدم رعایت تناسب موجب سقوط بزرگترین و کوچکترین ساختارهای انسانی می گردد. ولی صرفه‌جویی یکی از وسایل است که با رعایت آن ممکن است خانواده ها خود را از احتیاج نجات دهند و دست خود اعضای خیش را به گرداب فقر فرو نبرند. فقر در فرهنگ معاصر جهانی صرف به معنای نداشتن پول و ثروت مادی نیست، بلکه فقر را نداشتن قابلیت تعریف می کنند. لذا اگر می خواهیم که در پرایشان حالی مادی و معنوی زندگی بخ جلت مواجه نگردیم، باید در پی برنامه‌ریزی و کسب قابلیت برای مدخل و خرج را هیچگاهی به بیموازنگی اندر نسازیم. نسته کون که ده هم دلوست دمخل وستلو وس رازی چی خپل وست تشریک رو ده چی دغه موضوع چی دوم رو اگدامون بول وستله ده ده کلی مفهوم سشده. لکه څنګه چې موږ پوهیږو زده کوونکو، کورنۍ یا خانواده په یو ټولنه کې د تهداب تیږه ګڼل شوې، یعنی همدغه کورنۍ سره یو ځای کیږي چې په نتیجه کې یوه ټولنه تشکیلوي. زده کوونکو، که چیرې د یو تعمیر په نظر کې ونیسو یا هم هر شی په نظر کې ونیسو، که چیرې د تهداب همغه اصلي برخه یا د تهداب تیګه یې کږه ایښودل شوي اوسیږي یا خراب او غلط ایښودل شوي اوسیږي، آیا دغه کار تر اخره پورې رسیږي؟ آیا دغه تعمیر تر اخره پورې سالم رسیږي؟ نه زده کوونکو، ځکه چې تهداب کې یې مشکل دی. نو په دې اساس که چیرې په کورنیو کې، که چیرې د کورنیو په پلانګذاري کې کوم ستونزه وجود لري، نو دا مثبت اغیز، دا منفي اغیزه، دا منفی اغیزه په ټولې ټولنې باندې لري. نو په دې اساس په دې قسمت کې اصلي او اساسي موضوع اقتصادي برخه ده. زده کوونکو، که چیرې کورنۍ دا موضوع په نظر کې ونیسي، یعنی څومره چې زما دخل دی په همغه باندې زه خرج وکړم، څومره چې زما عاید دی، څومره چې زما پیسې یا معاش دی، تر په همغه اندازې زه څه شی وکړم، زه خرج وکړم، او یا هم د هغې څخه کمتر خرج وکړم او یو څه پس انداز وکړم. نو که چیرې کورنۍ هم دا مورد په نظر کې ونیسي، زده کوونکو، دلته دوی د څه شي سره مخ کیږي؟ دلته دوی د ستونزو سره مخ کیږي. د همدې موضوع په مرتبط یا ارتباط سره د کلیلا او دمنی یو اثر څخه یې موږ ته څه شی راوړی؟ یوه حکایت یا یوه لنډه کیسه یې راوړې چې د یو سړي یا د یو بازرګان یا سوداګر زمن ځوانیږي، هغه شته هغه مال یا دارایي چې بازرګان په ډېر سختي څخه ترلاسه کړی وي، نو د دې زمان په ډېر بې پروایۍ سره دا مصرفوي. نو بازرګان او یا هم همدغه تجارت پیشه ډېر په اندېښنه کې کیږي او خپل زامنو ته وایي چې په دنیا کې ټول خلک د درې شیانو غوښتونکي دي. دا درې شیانه زده کوونکو څه شی دي؟ دا درې شیانه دا دي چې د آخرت ثواب ترلاسه کړي، همدارنګه زده کوونکو فراخی معیشت ولری، یعنی د دوی په روزي کې فراخی شتون ولری، او همدارنګه رفع منزلت ولری، یعنی یو سرپناه یو ستونزو خپل حل کولی وشي. نو هر انسان په ژوند کې یا په ځمکه پر سر د دغه درې برخو یا د درې مواردو غوښتون کده. خو دغه درې موارد برخې یا دغه درې برخې چې ته غواړې ترلاسه کړې، د دې د ترلاسه کول لپاره باید نور موارد په نظر کې ونیسې. یعنی دا چې ته د خپل د پیسو یا خپل عاید لپاره پلان گذاری وکړئ، دا چې ستا خرج کمتر وي ستا د عاید څخه، بله موضوع دا ده چې
مونږ باید خپل په ژوند کې خپل د همغه نعمتونو څخه هم په سمه توګه ګټه اخلو. یعنی هر څومره که چیرې مونږ عاید ډېر وي، دغه عاید جمع کړو جمع کړو جمع کړو، یعنی په درست شکل سره په پلان شوي شکل سره دا بیا هم مصرف نه کړو، بیا هم زده کوونکو دا په دې معنا ده چې یو حوض د اوبو څخه ډک دی، خو د دې حوض د اوبو د تللو دپاره کومه مشخصه مجرا موجود نه ده، او بیا هم دلته د اوبو د راتللو مجرا شته. نو په نتیجه کې اوبه راځي راځي او د حوض څخه نور سر کوي. نو د همدغه اقتصادي برخه کې دا موضوع تطبیقیږي. نو څومره ښه ده زده کوونکو چې موږ خپل د خرج لپاره مشخص پلان ولرو، مشخص تقسیم اوقات ولرو، دا چې دغه شی باندې باید دومره مصرف کوم، دغه پیسې یا دغه مقدار پیسې د دې لپاره د دې لپاره، مطابق د خپل همغه عاید سره، مطابق خپل د همغه معاش سره، دا چې څومره موږ عاید لرو په همغه اندازې سره یا هم د هغې نه کمتر باید موږ خرج وکړو. که چیرې خرج مو ډېر شو، بیا په دې وخت کې زده کوونکو موږ د ستونزو یا اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږو، چې دا هم زده کوونکو د دخل او خرج ترمنځ تناسب، یعنی د دخل او خرج ترمنځ یا باید څه شی وي زده کوونکو، یا دخل او خرج باید مساوي وي، او یا هم زده کوونکو دخل ډیر وي د خرج څخه. دا یې څه شی دی؟ دا یې هغه درست شکلونه دي، سمه ده؟ خو که خدای نخواسته زده کوونکو دخل مو څه شی شو؟ کم شو، دخل مو زده کوونکو کم شو د خرج سره، څخه بیا دلته څه شی دی؟ بیا دلته نو تاسو د ستونزو یا هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږئ. نو دا مورد یا دا موضوع باید تاسو ډیر زیات په نظر کې ونیسئ تر څو چې د دې ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ نشئ. نو دا هم د لوست لومړۍ برخه وه. اوس راځو د لوست دویمه برخې ته، چې د لوست دویمه برخه کې د توسعه او انکشاف په هکله خبرې کوو. دا چې توسعه او انکشاف څه معنی لري؟ توسعه و انکشاف هر دو پیشرفت است، ولی انکشاف سیر و صعودی و توسعه مسیر افقی پیشرفت را تبیان می نماید. توسعه و انکشاف دواره در پرمختک و مندی، خو انکشاف صعودی مسیر خودی است دکبون کو، او هم دارنگا توسعه افقی مسیر منتخی. کلیله و دمنه مجموعه داستانهایی است از زبان حیوانات که نخست از سانسکریت با پهلوی نقل شده و سپس توسط عبدالله بن مقفع از پهلوی به عربی ترجمه گردیده است. کلیله و دمنه ابن مقفع را در اهر نصر بن احمد سامانی و با فرمان او ابوالفضل محمد بلعمی به نصر دری ترجمه کرد. کلیله و دمنه دیگری که منظوم است اثر طبع رودکی می باشد که ابیات از آن به دست است. امیر نصر بن احمد رودکی را فرمود تا کلیله و دمنه مترجم بلعمی را نظم در آورد، اما کلیله و دمنه منصور فارسی دری از ابوالمعالی نصر الله بن محمد عبدالحمید است که از کلیله و دمنه ابن مقفع در نیمه قرن ششم هجری در دوره سلطنت بهرامشاهی غزنوی ترجمه کرده است. در این کلیله و دمنه گذشته از نقل اصل هندی دو سه حکایت ملی و اسلامی بر آن افزوده شده. ابوالمعالی نصر الله این کتاب را به نام بهرامشاه نواده محمود غزنوی انعطاف کرد و امثال و اشعار به فارسی دری و عربی بر آن افزود و در آن نصر متین و شیوای بکار برد، چنان که میتوان آن را از امهات کتاب های ادبی فارسی دری به شمار آورد. کلیله و دمنه نو ماریدل به ایست دکوون که شاید دکوون که ده هقه اثر ده چه پدی که کسی یا دستانو ندی او ده دستانو ده حیوانات و لخولی سخدی ویل که چه ده پا سانسکریت جوه بنده لیکل شوده، چه ده سانسکریت یا پهلوی دکوون که ده عبدالله بن مقفا په واسطه ده ده پهلوین عربی جوه ته اجبارل شوده، او هم ده رنگه ده نصر بن احمد سامانی په وقت که ابوالفضل محمد بلعمی دا یې په نصر دری باندې راولی دی، او همدارنګه رودکی بیا دا یې په نظم یا په منظوم شکل سره لیکلی دی. ابوالمعالی نصر الله دا کتاب یې د بهرامشاه لپاره، چې بهرامشاه د محمود غزنوي لمسی و، د دې لپاره دی لیکلی چې په دې کې ډېر ساده نصر شیوه او ولوستونکی متن په واسطه یا نصر په واسطه دا یې لیکلی دی. چې دا هم زده کوونکو دا څه شي برخه وه؟ دا د توضیحاتو برخه وه، چې د توسعه او انکشاف او همدارنګه د کلیله او دمنه په هکله مو په دې برخه کې خبرې وکړې. اوس راځئ نو چې د لوست درېیمه برخه پیل کړو.
په دې برخه کې د چګونه بنویسیم برخه ولوز د کوونکو چینل په چګونه بنویسیم لورخه کې نیمه موضوعات لولو نو راځي چې خپل وست پیل کړو. ترکیبات عربی مستعمل در دری جدا نوشته می شوند، مانند انشاءالله، انقریب، معهازا، معزالک، من جمله، الهازا، من بعد. اگر الف و لام عربی در میان آنها قرار گرفته باشد، در آن صورت به همان شکل عربی نوشته می شود. اندل مطالبه، اندل طلب، معال خیر و علل دوا. و هرگاه واژه ابن در آغاز و پیش از اسم خاص آید چنین نوشته می شود، ابن سینا، ابن بطوته. و اما اگر ابن در بین دو اسم خاص بیاید، الف در نوشتن حذف می شود، ولی با الف تلفظ می شود، محمد بن احمد دقیقی بلخی، عیسی بن مریم، یحیی بن خالد برمکی. زکوان کده برخه تا دقت وکړی و کچه در عربی طول واژه چه منگ پداری که لیکو زکوان کو مثلا انشاءالله نو دا پا همده شکل سره پا داری کلی کن که چه ریز دکون کو همه عربی واژه چه دا الف و لام در لودون کنی مثلا علل مطالبه دا پا همده شکل سره لیکو آیا همه الخیر دقت وکریز دکون کو دا دوار واژه دا الف و لام درلودون کنی الفا و لام درلودون کنی خو کچیر از دکون که ابن منگ پا نظر که ونیسو کچیر ابن ده کلمه پا سر کرشی ابن یعنی زوی یا لور کچیر از دکون که ابن پا سر کرشی مثلا ابن زید او یا هم از دکون که ابن خلدون دا برخه زده کون کو پا همده شکل سره لیکو یعنی دا ابن من پا تکمیل شکل سره یا مکمل شکل سره لیکو خو که چیری زده کون کو دا ابن دو واژو تر منز رشی یعنی یو واژه دا ابن لیکو بیا بلا واژه لیکو نو پا دی شکل سره زده کون کو دا دی الف لرکو خو تلف زویوی مثلا لیکو چی زده کون کو ایساب نه مریم دقت وکړئ زده کوونکو په دې برخه کې مونږ ابن لیکلی دی ابن مو په څه شي بدل کړی په بن تلف بدل کړی خو الف یې ورته نه لیکو خو تلفظوې عیسی بن مریم یا هم زده کوونکو محمد بن احمد دقیقی څه شی محمد بن احمد دقیقی چه په دې برخه کې هم زده کوونکو مونږ ابن نه لیکو بلکې بن لیکو خو ابن تلفظا محمد ابن احمد دقیقی بله قاعده است د زده کوونکو چې نوشتن واژه های عربی بلوا، تقوا، مبتلا، مصطفی و مستثنا در زبان دری با الف مرجع دانسته می شود بلوا، تقوا، مصطفی، مستثنا. مثلا در برخمو الف مقصوره به برخه که لوسته وزده کون کو. در چه حقا واژه چه الف مقصوره لری؟ بلوا، مصطفی، مرتضا. در واژه چه زده کون کو در الف مقصوره در لودون کنی. سشه؟ الف مقصوره داری نو هر کاله چه دا واژه مونږ په دری کې لیکو دا په کوم شکل سره لیکو دا په دې شکل سره الف مقصوره په الف ممدوده بدلو بلوا الف مقصوره په څه شي په الف ممدوده مصطفی دقت وکړئ زده کوونکو او همدارنګه مرتضی یعنی زده کوونکو الف مقصوره په څه شي بدل کړ په الف ممدوده په مصطفی کې او په مرتضی کې هم به همده شکل سره دا قیده مو مراعته او ناگفته نباید بگذاریم که هرگاه کلمه های غیر عربی اگر وارد زبان دری شده باشد نسبت مشکلاتی که در شکل نوشتاری صداها یعنی حروف داریم مثلا توی و تی این آواز را در زبان دری دارد یعنی دری زبانان هر دو را تی تلفظ میکنند
باید متوجه باشیم که همصدا یا صامت تی اگر در کلمه های خارجی غیر عربی آمده باشد به تی نوشته می شود؟ نه با توی، مثلا پترول، ایتالیا، اتریش، تهران و غیره. و علی اگر کلمه عربی باشد به حرف توی نوشته می شود، مثلا نطق و طرف، نباید آن را به تی نوشت. دقت کنید زکبون که وی کچه طول حقا واجه چه پا غیر عربی یا غیر دری واجه دی او دا پا تی لیکل شیوی سیگه. پسی شی لیکل شیوی؟ پا تی. مثلا اتریش. اتریش ها واجه خارجی واجه دا زکبون که چه دا پسی شی لیکل کیگه. پا انگلیسی جو بکی دا پا چی بانی لیکل کیگه زکبون که دا پا تی بانی لیکل کیگه. او یا هم پترول. چه دا هم زده که اون که پرتی بانده لیکل کیگی. نو چه کلا دا واجه مونگ بیرتا پا داری کرو دا پا توی نه بلکه پا تی لیکو. دا قطو کرای زده که اون که پا داری جبه که یا توی او بل تی سه شده دوارا یا دول غاگ باسی. یعنی مونگ باید دل تا دستون دو سرمخی گودا چه کم کلمه پا توی و لیکو کم پا تی و لیکو. کچیر دا کلمه غیر عربی وی او پرتی وی. نو سیشی سره لیکو؟ دا تی سره لیکو. مثلا نوتریش یا پترول. خو کچیر زکاون کو دا کلمه عربی وی نو دا پا توی لیکو. مثلا دی برخی تا دقت وکر زکاون کو نطق. نطق یا عربی کلمه دا زکاون کو. مثلا یا هم طرف یا هم طرف دا دواره سه شهید زکاون که دواره عربی کلمه دیدی چی ده تی درلودون که توی درلودون که خو کچیری دا دواره کلمه منگ پا تی ولی کو مثلا ولی کو طرف یا هم ولی کو نطق نوز دکاون که دا سه شهیده دا یه غلط شکل ده دی برخو تا یادی موارد و تزاسو بردی دقاتو کری دیر ساده و آسانو کچیری دا کلمه غیر عربی کلمه و سیگی در تی درلودون که وی دا پا تی لیکو کچیر عربی کلمه وی نو دا پا توی لیکو نسته که اون که دا هم دا چگونه بنویسیم برخواه اوس رازو آخ بلوز خلاصه که او دا چه پا کلی شکل سره کم مهم تیکی و موضوعات پا ننانی لوز که منگ بلوز سره دران زده که اون که پا ننانی لوز که منگ دا دخل و خرج و تناسب پا حکل خبری وکره سر بیره پرده توسعه انکشاف برخمو بلوز سره دا برخمو پا توضیحاتی که بلوز سره او هم دا رگه دا چگونه بنویسیم برخمو هم ولوستله نو دا ټول هغه مطالب او موضوعات چې په نننی لوست کې موږ ولوستله او زده وکړه په دې هیله چې د نننی لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړي وي خو که چیرې بیا هم تاسو کومه ستونزه درلوده یا د لوست په کومه برخه نه پوهېدلی کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کتاب سافټ هم زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ نو زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي تر بل لوسته پورې تاسو په پاک څښتن تعالی سپاره